تقدیر تقریبا ساعت 10 صبح روز 8 دی ماه گاز ترکمنستان هم قطع شده و از تقریبا از اون روز امروز بگیم 13-14 روز هست که استان مازندران دچار بحران و فقط یه هفته دیگه مونده. ماه که کامل بشه، من اونجا. مدتی طول کشید تا اونجا رو شناختم. سورنا. وقتی فهمیدم اونجا چه خبره، تصمیم گرفتم دربارش فیلمی بسازم. باید به جنوب ایران سفر میکردم. به خلیج فارس. خوششانس بودم که وقتی همه چیز آماده شد و خواستم راه بیفتم، دیگه زمستون شده بود. زمستونی که میگفتن 50 سال میشد ازش خبری نبود. 16 دی ماه 1386، ساعت 5 صبح، پایتخت غافلگیر شده ی ایران. برف بی سابقه شهر تهران و سفید پوش و مردم رو گرفتار کرده بود. مسیر نیم ساعته خونه تا فرودگاه 2 ساعت طول کشید. سرای شهریار. همه ی پروازها لغو شده بود. به خونه که برگشتم دیگه ظهر بود. هیچ کاری برای انجام دادن نداشتم. خوابم برد. علاوه بر نیروهای پلیس، نیروهای امداد و نجات جمعیت لال احمر با استفاده از تمام امکانات و به ویژه بالگردهای خود در سراسر کشور آماده امداد رسانی به هموطنان و به ویژه در راه ماندگان و آسیب دیدگان از حوادث اخیر سرمازدگی در کشور هستند. عصر بارش قطع و شب یخبندان شروع شده بود. خیابان‌ها پاک بود و تردد ادامه داشت. برای دیدن شهر و خوردن چای زدم بیرون. سرمای بی سابقه در تهران و چند شهر دیگه خبر اول بود. رسیده بودم دربند و رستورانی که در اون شرایط هم باز بود و هم گرم. منتظر سفارشم بودم و چشمم به شعله‌های آبی بالای سرم بود که گاز قطع شد. بارش برف و کاهش دوباره دمای هوا از فردا موجب ضرورت بیشتر صرفه‌جویی هموطنان در مصرف گاز. تو منفی 20 درجه رو سر کرده شدم. دو هفته بعد همه چی تموم شد و سفر نیمه کاره من دوباره شروع شد. بسم الله الرحمن الرحیم. خداوند تو پاک و منزهی و من سفرم را با نام و یاد تو آغاز میکنم. با هواپیما از تهران به مقصد فرودگاه بهرگان پرواز کردم. باید میرفتم روی خلیج فارس، جایی که سورنا بود. آقا بفرمایید
و بالاخره من به سورنا رسیدم. کشتی سورنا، یا بهتر بگم پایانه شناور صادرات نفت سورنا، یک کشتی بزرگ با 372 متر طول و 56 متر عرض که قادر 2,200,000 بشک نفت رو ذخیره کنه. این جزیره آهنی قبلا نفت کش بوده، اما حالا به یه مخزن تبدیل شده. تا 7 سال پیش کار این کشتی جابجایی نفت بود، اما امروز تنها وظیفه مهمش نگهداری از نفته. نفت خام توسط دو سکوی ایرانی سروش و نوروز از اعماق خلیج استخراج میشه و به داخل مخازن سورنا برای صادرات ریخته میشه. این دو سکو روزانه 200,000 بشک نفت خام رو برای ذخیره سازی به سمت سورنا میفرستن. شناور سورنا روی آب هیچ حرکتی نداره، یعنی به خودی خود نمیتونه حرکت کنه. پروانه موتور اون خارج شده و موتورش فقط برای تولید انرژی تأسیساتش کار میکنه. جریان باد و آب میتونه این کشتی 12,000 تنی مملو از فلز رو حتی تا 360 درجه روی پاشنه ثابتش بچرخونه. جهت و سرعت این چرخش بستگی به جریان آب و باد داره. برای اینکه سورنا با این وزن و ظرفیت بتونه روی آب ثابت بمونه، 8 تا زنجیر به طول 540 متر در عمق 50 متری اون رو به کف خلیج دوخته تا خیال ساکنینش رو که برای 14 روز کار به اونجا میان راحت کنه. اینجا هر 14 روز 70 نفر در دو شیفت کاری 12 ساعته به صورت اقماری مشغول به کارن. هر نیروی جدیدی که پاشو روی کشتی سورنا میذاره باید براش کارت شناسایی صادر بشه. این کارو همینجا انجام میدن. اول عکس میگیرن و بعد از ثبت مشخصات کارت صادر میشه. بعد تازه واردها با افسر ایمنی به یه تور نیم ساعته میرن تا با همه جای کشتی آشنا بشن. من مسئول ایمنی کشتی سورنا هستم. به قول دوستان وکیل مدافع خانواده هاشون هستم اینجا. علاوه بر مشکلات روحی که نفرات ترقماری اینجا دارن و خانواده هاشون همیشه دلنگران هستن، دلنگرانی عمده شون شاید به خاطر خطرات محیط کاری هست که اینجا همشون رو تهدید میکنه. خطراتی مثل جابجایی نفرات با هلیکوپتر، با کشتی، نفت، گاز، فشار، مواد شیمیایی، جابجایی بار، همه اینها چیزایی هستن که ما روزمره باهاشون سر و کار داریم. کوچکترین سهل‌انگاری اینجا ممکنه ما رو با یک مشکل جدی مواجه کنه. کشتی سورنا ظرفیتش 2,200,000 بشک نفته. یه منظر دیگه که نگاش بکنیم تقریبا مثل یه بمب میمونه. یه سیگار اینجا کافیه نفر بکشه. ببینید چه فاجعه‌ای درست میشه. این همه نفت یه دریا بریزه، این همه نفرات 70 نفر کشته خواهند شد. 35 سال پیش بود که ژاپنی‌ها این قول 12,000 تنی مملو از فلز رو ساختن و به کشوری فروختن که خودش در زمان هخامنشیان بزرگترین و مجهزترین ناوگان دریایی دنیا رو در اختیار داشت. حالا این کشتی خیلی پیر شده. رطوبت و شرجی هوا فلزات این کشتی رو از شکل طبیعی خودش خارج کرده. با این حال ساکنین سورنا 7 ساله که دارن با همین شرایط و تجهیزات پوسیده و قدیمی نفت 5% از کل صادرات کشور رو تأمین می کنن.
اولوش 1332 بود، قیام ملی شدن صنعت نفت، صنعت نفت ملی شد و به هر حال اون زمانی که به هر حال مهندس بازرگان رفته بود که تأسیسات پالایشگاه آبادان رو به نمایندگی از دولت ایران تحویل بگیره، انگلیسی‌ها به ایشون گفتن که ما میریم، ولی مطمئناً یه هفته دیگه ما باید برگردیم و شما باید اون وقت چکمه‌های ما رو ببوسین. مهندس بازرگان شما گفت شما مطمئن باشید که دیگه بر نمیگردید تو این مملکت و ما خودمون به اندازه کافی نیروی مستقل، نیروی متخصص داریم که این تأسیسات رو بچرخونیم. جزو تقریبا میشه اولین کسایی بودیم که وارد شدیم اینجا از ایرانی ها و خارجی ها. خب عمدتا ملیت های مختلفی بودن، آشنایی با ما نداشتن، ما هم آشنایی با اونا نداشتیم. مشکلات دیگه بود مثل مشکلات زبان، هم مشکل زبان تا حدودی داشتیم، به هر حال هم مشکل فرهنگی داشتیم. اوایل تعدادمون خیلی کم بود، شما صاحب گفت 50-60 نفر خارجی بود از ملیت های مختلف، پاکستانی بودن، هندی بودن، کروات بودن، انگلیسی بودن، هلندی بودن، با مثلا 5-6 نفر ایرانی. بعد از مدتی که این خارجی از اینجا رفتن به ما میگفتن که بعدن تو منابع خبری میشنویم که اینجا مشکل ساز شده برای شما. فکر نمیکردم ما اینجا رو بچرخونیم. خارجی جماعت ها فکر نمیکردم ما اینجا. من یادمه میگفت ما بریم بعد یک هفته FSU بوم. این همین انگیزه کافی بود برای بچه ما که دست به این کارهای بزرگ بزنن. من یه جا خوندم به مردان نفت میگن نکمن، یعنی مردان گردن کلفت. نه اینکه گردنشون کلفته، نه اینکه چارشونن، نه، انقدر کار سخته که واقعا پوست کلفتی میخواد این کار انجام بدی. کار کردن توی اینجا خیلی شجاعت میخواد. همون سرنایی که اسمشو گذاشتن تک تک اینا یک سردار هستن. واقعا به نظر من که اینجا این 14 روزی که میان بچه‌ها خودش یه حماسه ایه. بارها شده که لوله های که داخل انجین روم هستش به دلیل فرسودگیش سوراخ بزرگی ایجاد شده. واقعا از خود گذشتگی کرد. با بدن خودش یه تیکه تخته و بدن خودش جای جایی هم که سوراخ شده و خیلی جاش بد بودش. با بدن خودش و یه تیکه تخته جلوی این سوراخ رو گرفت تا بقیه فرصت کنن مسیر رو عوض کنن، سر و سامون بدن و اون خطری که در حال وقوع بود و ازش جلوگیری بکنن. خب این قهرمانی نیست؟ بله، قهرمانهایی که گم شدن. کسی خبری از اونها نداره. کسی از شرایط سخت اونها خبر نداره. کسی از فشارهایی که به اونها وارد میشه خبر نداره. اونها اغلب جوونن. تجربیات تازه زندگیشونه. ولی خیلی متبهرن. ما روی دوش اینها نفت صادر میکنه. نفت چیزی است که باید در خدمت این انسان ها گرفته بشه، ولی به نظر میرسه که فعلا همه دارن تلاش میکنن تا این نفت به یک جایی برسه. یعنی همه ما در خدمت نفت هستیم. اجساد جانوران ما قبل تاریخ حالا در اعماق خلیج فارس تنها کلید قفل اقتصادی این کشورن. نفت مشهورترین کالای اقتصادی جهان
الان 100 سالی که در کشور ما استخراج میشه و متخصصینش میگن نزدیک به 100 سال دیگه هم استخراج خواهد شد. با باز کردن این شیر کوچک نمونه برداری نفت موفق شدم برای اولین بار نفت خامو ببینم. ایتالیایی پای قرارداد نفت ایران کشوری مهم و اثرگذار ایران را قدرت انرژی دنیا خواند به ویژه در بخش انرژی قرارداد 107 میلیون دلاری اکتشاف در زمینه فناوری روز صنعت نفت یک قرارداد نفتی با شرکت غربی امضا شد امضای قرارداد 16 میلیارد دلاری جمهوری اسلامی ایران و مالزی ولی بعضی وقت آدم میگه ای کاش نداشتیم این نفت مثل به قول هلند گل پرورش میدادیم که ارزش یه گلش منزی بشکه نفت ماست. متاسفانه خوشبختانه شو من کار ندارم. این نفت همه چیز مملکت ماست. شما الان اینجا برای همین که دارین شیز میکنید انرژی میخواییم پیدا کنید غذا خوردین دیگه. این وسیلات نستش دیگه. تمام این مدعای اولیش نگاه کنید از نفت یا فرآورد نفتی. همین غذایی که شما خوردید کجا پخته شد؟ این نفتم من نوعی با 4 تا مثل من داریم در میاریم با چنگ و دندونم داریم اینو صادر میکنیم و نگرش داشتیم اینو اشتباه نکنید این کشتی سورنا نیست روی دریا تمام نفتکش‌ها از دور شبیه به سورنا دیده میشن این نفتکش خریدار نفته خدمه اون باید مدتی در 5 کیلومتری سورنا منتظر بمونن تا هم مخازن سورنا از نفت پر بشه و هم اسناد و مدارک اونها برای صادرات کنترل بشه. اینجا موتورخونه سورناست. همه پرسنل از این پایین تا روی عرشه مشغول آماده کردن سورنا برای صادرات نفت هستند. اتصال این نفتکش به سورنا و انتقال نفت به اون یکی از سخت‌ترین عملیات‌های دریاییه. دو تا یدک‌کش برای تحویل و اتصال اون به سورنا به سمتش حرکت میکنن. یدک‌کش‌ها از اتاق کنترل سورنا هدایت میشن تا با بررسی دقیق جریان باد و آب کنترل و مهار این قول فلزی رو در دست بگیرن. خوشبختانه امروز دریا آرومه و انجام این عملیات خیلی سخت نیست. کاپیتان مستقر در سورنا به همراه تیمش برای تحویل گرفتن و اتصال کشتی خریدار به سمت اون حرکت میکنن. این گروه تا پایان عملیات انتقال نفت کنترل و هدایت کشتی میهمان رو به عهده داره. Good morning, Captain. Are you happy? Ready? Yeah, ready. Thank you. Kashan pilot. خسته نباشید. ماکسیموم 5 دقیقه دیگه حساب و سایت. کشتی خریدار باید آروم آروم به نزدیک سورنا برسه. یه زنجیر 80 متری
بعد از اینکه اونها رو به هم بست کرد، باید تا پایان عملیات انتقال نفت هم مانع از جداییشون بشه و هم بینشون فاصله بندازه. حالا وقتشه تا دو لوله 16 اینچی از سورنا به کشتی مقابل برای تزریق نفت خام وصل بشه. اما مثل اینکه اتفاقی افتاده، یکی از لوله ها به داخل آب پرت شده و به پروانه موتور این یدک کش گیر کرده. قواس کشتی داره لباس می پوشه تا زیر آب بره و مشکل رو حل کنه. آب سرده، این کار هم به کندی انجام میشه. اینجا پایین ترین نقطه سورناست، یعنی 30 متر در عمق دریا. با باز شدن این لوله، نفت خام از مخازن سورنا وارد کشتی خریدار میشه. تابستونا دمای اینجا 70 درجه بالای صفره. کشتی خریدار نفت باید تابع موقعیت سورنا باشه، یعنی باید با چرخش سورنا اون هم به چرخه. یکی عدد کش از عقب و یکی دیگه از بغل این کار رو با حفظ فاصله 80 متری بین دو کشتی انجام میدن. کوچکترین برخورد بین این دو کوه فلزی میتونه فاجعه ای عظیم رو در دریا به وجود بیاره. واسه همینه که صادرات نفت روی دریا یکی از سخت‌ترین و خطرناک‌ترین عملیات‌های دریاییه. توی این تصویر بهتر میشه کل ماجرا رو دید. این وضعیت حدوداً 48 ساعت تا پایان بارگیری ادامه داره. وقتی هوا آفتابیه و دریا هم آروم به نظر میرسه، درک خطرات احتمالی این کار کمی سخته. اینجا صادرات نفت یه کار شبانه روزیه. خورشید، ماه، دودکش، ابر، بادنما، مرغ دریایی، قایق، کشتی، فلز و دریا. اینا تنها چیزاییه که نفرات سورنا میتونن از روی عرشه در طول مدت 30 سال خدمتشون ببینن. علی‌رغم اینکه آدم وقتی میره دریا میبینه هیچی دور و برش نیست، ولی خودش یه حالت خاصه، ریلکس میکنه آدمو. همین قدمی که به قول شما رو عرشه میزنی خستگیش در میره، ولی از یه طرف هم دلتنگ میشه که هیچ دسترسی نداره به هیچ جایی. 14 روز میای دورت، همه تو هر جا نگاه بکنی آبه. خسته میشی از این همه نشتی دود و میخوای یکم هوای تازه بخوری. از اون تا میخوای بکنی بعضی وقتا، به خاطر اینکه میبینی انقدر
قاطی این آهنا شدی ها که خودت داره یادت میره. نفراتی ما داریم که تو موتورخونه ما کار میکنن، 4 طبقه پایین تر از سطح عرشمون. خب صبح وقتی میره سر کار آفتاب هنوز طلوع نکرده، عصرم که بر میگرده آفتاب غروب کرده و اصولا 14 روز پشت سر هم هیچ رنگ دریا رو نمیبینه. بعد یه هفته تو موتورخونه شما کار کردی، اعصابت خورده، خرابه، نور ندیدی، به خودم میگم بابا برم دریا رو ببینم و بیام، به خاطر اینکه به خودم میگم برم یکم نور ببینم، یکم یه چیزی ببینم که آرومم کنه. اصلا غم و قصه تو میگیره وقتی میری پلوش، اصلا هیچ فکری دیگه نداری، یعنی تمام فکر و ذکر تو میدی این آبو که نگاه میکنه، تمام اصلا مثل اینکه شما رو میشوره. من هر از گاهی کنجکاو میشم، راه شب رو گوش میدم. وقتی تو خونم میبینم اونهایی که تازه از تمام نقاط کشور مطلعن میگردن به کسانی که شب دارن کار میکنن خسته نباشید بگن. آخ خیلی که فکر میکنم به این راننده تریلیا و راننده های شب یادشون میفته. راننده های محترم خسته نباشید. بابا به خود این وسط دریام یه ده هستن ها، تنهای تنها. خیلی حسن اصلا نمیدونن. خیلی وقتی که میگن کجا کار میکنی، میگی مثلا شرکت نفت کار میکنم، میگی داخل کدام پمپ بنزین کار میکنی؟ شغل ما طوریه والا به خدا درونش خودمونو میسوزنه، بیرونش دیگران رو. تو جامعه از قدیم بچته میگن طرف شرکت نفتیه. خب سوال براشون پیش میاد که با هواپیما میرید خوش با حالتون، نمیدونم فلان اینا. شما هر سری میخوای سوار هواپیما بشی، یکی میگه اگر خواست بخوره زمین این کار رو کنید، اون کار کنید. سوار هلیکوپتر هم میشی تا موقعی که رو دریایی، ما میشی میخوام بنشونم ما رو زمین رو دریا که به حساب ما نمیریم، یه لایف جکتی وا کنیم، لایف رفتی بندازیم بریم توش. همه اینا رو دارن میگن آقا اگر قرار شد بمیری باید این کارا رو بکنی. حالا فرض کن شما هر 14 روزی 4 بار یکی بهت بگه آقا شما اگر قراره بمیری، اگر قرار شد اتفاقی بیفته این کارا رو بکن، چه حالی بهت دست میده؟ من خودم ساکن یزد هستم، یعنی یه سفر باید برم تهران، از تهران بلند بیام بهرگان، از بهرگان با هلیکوپتر بیام سر کار. 11 سال این مسیر رو من دارم طی میکنم. پول جونمون چی آقا؟ ما پول زانوهامون هم نمیگیریم اینجا. شما این همه پله بخوای بالا پایین کنی. الان شهرداری گفته هر خونه بالا اینم 3 طبقه باید آسانسور داشته باشه. این سکوها این همه پله. پول عمرشون هست ولی یکی باید بیاد اینو بفهمه که اینا چه زحمتی دارن میکشن که یه بشک نفت بیاد اینجا و صادر بشه، فروخته بشه و پولش برگرده تو کشور ما. چقدر مثلا فرض میکنید ما حقوق میدن؟ حقوقتون خیلی خوبه بابا، چه خوبی، نکن نساز. دوری خانوادشم بگو، بگو که نیستی، بگو چه زحمتی داره که اون نفتو از 3000 پا بخوای بکشی بالا. اینایی که توی فلات خاره اینجا دارن کار میکنن بیشترین حقوقشو من دارم میگیرم. من دارم حقوق میگیرم، حقوقی که میگیرم 1,000,000 بخوام بگیرم 1,100,000 به خاطر شما اگه پاداشی بدن. زیاده؟ بگید زیاده، بگید کمش کنن. باورتون نمیشه این سکوها افراد رو پیاده کنین، ببینید اگه این تأسیسات این فلزات 1 لیتر نفت به شما دادن. نه، یه عده خانوادهشون رو از راحتی خانوادهشون گذاشتن، درآمدی رو که میتونن تو شهر داشته باشن و شاید بهتر میتونستن درآمد کسب کنن ول کردن اومدن این راه انتخابی. منتی هم سر کسی نیست ولی زحمت اینا رو بی منت کردن بی انصافیه. نفت اهمیتی نداره، مهم نیست، هیچ اهمیتی نداره که نداشته باشی، فکر کنیم اصلا نداره. اما انسان‌های با ارزشی داریم که هر کدوم از اونها عین طلا. امروز 14 روز کار عده‌ای از افراد تموم میشه و باید پیش خانواده‌هاشون برگردن. برای فرستادنشون به ساحل قرار بود هلیکوپتر بیاد ولی با این وضع هوا امکان پذیر نیست. باد شدیده و دریا طوفانی. تنها وسیله‌ای که تو این شرایط میتونه روی دریا حرکت کنه قایقه. اون هم نه یه قایق معمولی. یه یدک‌کش سنگین و قوی.
کشتی کوچیک تو راهه و تا چند لحظه دیگه به سورنا میرسه. میگن که آن سخن که از دل برایت لاجرم بر دل نشیند. بعد اینکه دریا اومدم دیدم معنی این شعر چیه. حالا خالی از لطن شنیدن این شعر. راجع به دریاست. میگه زمن آموز ای دریا متانت را، اگر گویم غم خود را شوی آشفته پیوسته، ولی بنگر چسان آرام آرامم. به بادی میکنی طغیان، به موجی میکنی عصیان، به ابری میشوی غمگین، چه میخواهی ز جان ما؟ تصویر وحشتناکی بود، البته برای من. امواج کشتی کوچیک و مثل یه پر کاه روی آب بالا و پایین می برد. تصور قرار گرفتن در کابین های تنگ و باریک این کشتی، اون هم توی این شرایط، برام شبیه به یه کابوس می بود. هیچ چیز دریا قابل پیش بینی نیست. اینو دریا نوردا میگن. این تصویر مال 3 روز پیشه. اما امروز 2 نفر مسافر که بر اثر تکونهای شدید کشتی حالشون بد شده، قصد پیاده شدن دارن. عرضم بزرگتون که یه 2-3 نفر از مرشون خیلی بده اینجا. ما اگه بخواییم پیاده کنیم چیکار باید بکنیم؟ بله، استنبای باشین، استنبای باشین. من اینکه خونم خیلی بد شد، نمیتونستم اصلا دووم بیارم. قد بالا پایین، آره قد واقعا بالا پایین میرفتیم و اینا دیگه اصلا نتونستم. اصلا نیستم. نه دیگه این حالا دوشته بگو برگردم. اگه حالت برشان بگو برگردم. حتما کار خیلی مهم میداشتن. شاید هم دلشون واسه خانواده هاشون تنگ شده بود. شاید خسته شدن. شایدم نمیدونم. هرچی که هست، این مسافرا با این شرایط جوی واسه رسیدن به خشکی باید حداقل 10 ساعت این وضعیت رو تحمل کنن. به دریای رفته میداند مصیبت های دریا را. ما میدونیم چه خبره. وقتی به شما میگم دریا طوفانیه، موج طرفیش کاری نمیتونه بکنه، حتی نمیتونه بخوابه، حتی نمیتونه بخوابه، وقتی اون حالت برای شما پیش اومد، اون وقت شما میگه حالا بگو آقا سخته، نه هر کاری سخته، هر کاری مشکل داره، هر کاری، نه این سختش با اون سختی فرق میکنه. خب از این بحثا بیایم بیرون، چون میگن که خلاصه کلام اندکی با تو بگفتم غم دل، ترسیدم که دل آزرده شوی، گرنه سخن بسیار است. دو روز بعد توی یه ظهر آروم آفتابی، هلیکوپتر شرکت نفت برای انتقال ما به خشکی داشت به سمت سورنا می اومد. من و همکارانم مشغول بستن چمدون‌هامون بودیم. داشتم روی صفحه کامپیوتر همراهم به نقشه تخصصی میدان‌های نفت و گاز خلیج فارس نگاه می‌کردم. طی 100 سال اخیر خلیج فارس به بهشت بزرگی از انرژی برای دنیا تبدیل شده و شناور سورنا روی نقشه نقطه کوچیکی بود که در ذهن من به خاطره‌ای بزرگ تبدیل شده بود.